ما خوردیم، من و آذر خوردیم. به به به، درجه یک، درجه یک، خوشمزه. خیلی خوب بچه ها، اینقدر سراغ سهراب رو میگرفتید ولی سهراب اومد خونه آذر. خوشحالم، خیلی آذر رو دوست داره. ببین این کاسه رو نشون بده، بگو این کاسه رو نشون بده، کاسه رو نشون بده. فکر نکنه همش پر بوده. آره پر. به به، خوشمزه است. عالی عالی. خب دست و پنجه درد نکن. خب دست و پنجه بانو. نه اینو من درست نکنم. بلش کن، بذار بخوره، بذار بخوره، بذار بخوره، بذار بخوره. چرا بلاکت کرده بود؟ آها بچه ها بهتون بگم چرا بلاکم کرده بود. چرا هنوزم بلاکم. هنوزم بلاکم. من هنوزم بلاکم. من تا حسنه کجایی بیشتر نخوندم، بلد نیستم این کارا رو. بچه ها یه چیز دیگه میگه، من تو حسنک کجایی بیشتر نخوندم. خب سوادش خب کمه. تلگرام هم به خاطر من چیز کرد. نه انصافا به خاطر تو این کارو نکردم. نه به خاطر من نصب کردیش. آره تو من اصلا تلگرام نصب کردم. آره بعد که اومده از وایس نوری بعدش اومده. نه 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 پس شو، من اصلا بابا چی شد؟ من که بچه محصل نیستم، من بابا با این حرفا گوشم پره. پس بچه ها فوش بدید، فوش بدید تا میتونید فوش بدید. نوری هم نه حوصله نداشتم یهو با این هاشیا درگیر باشم. حوصله نداشت، بلد نبود، من به یه دکمه رو زده. حسم حس خوبی نداشتم، نه که حوصله نداشتم هی این حرفا منفی بشنم. و یعنی خب حوصله نداشت بعدم بیاد چرا فوش دوست داره فوش بده. خب گوش بده، حالا گوش بده. بعد به آذر زنگ زدی گفتی من زیبا رو دوست دارم. گفتم دوست دارم، همتون دوست دارم. داری اعتراض اینجا دادگاه یا آقاییه. قضاتم بخور. بچه من و آذر، بچه ها بهتون بگم، حالا بزنیم برم. من ما رفتیم به من صبح، ما صبح صبحونه خوردیم صبح زود. بعدش ما گفتیم که من گفتم که این کلرت، حالا که نرفتیم پیش سلطان، می‌خواستیم بریم پیش سلطان. سلطان دیدیم یه جاییه، گفت خودم رو میرسونم. گفتم کجایی؟ گفت خونه یکی از دوستامون. گفتم خب ما عجله‌ای نیستش که، حالا هفته دیگه میایم. گفت باشه اگه میشه هفته دیگه بیایید من پیش این دوستام بمونم. هیچی، من گفتم آذر بیا حالا یه مقدار کلرت هم، یعنی انبارت هم تمیز کنیم دیگه، ببینیم چه چیزایی. یه دفعه دیدم زنگ زده به یه نفر، من اول فکر کردم خسرو دوستشه. هی وایستادم ای چقدر صمیمانه با این حرف میزد. گفتم این خسرو اینجوری جواب نمیده اینه. بعد یه دفعه دیدم وسط گفت اون مفسد فل ارزم اونجاست. من گفتم بعد فهمیدم. من گفتم زیبا اینجاست. بعد یه دفعه گفت اون مفسد فل ارز. آره مفسد فل ارز. گفتم مگه تو نمیگه زیبا رو دوست داری؟ چون من فکر کردم اگر بگم تو اینجایی مثلا بگه نه من نمیام. آها ولی بعد گفتش که نه دیگه میام. من میام و با کمال میل همه آره. دوست دارم. آره بچه و مرسی واقعا. و مرسی بگو واقعا اصلا یه احساس سبکی میکنم هنوز. آره. کاملا نه، تا زمانی احساس راحتی و مثل پرنده پرواز میکنم که این تمام. حالا یکی خالی بره بچه ها، انباری رو ما خالی. مرسی واقعا سهر، خیلی کمک کردی. بعد تیشرت خوشگلت عوض کردی، چی شد؟ چی یاد گرفته بودی؟ اصلا تو آلمانی ها میگن دیگه 8 ماه که یه چیزی رو نیاز ندارید، بعد از 8 ماه بریزید دور یا ببخشید. آه خودش یه انرژی منفی بهتون. آفرین خیلی کمک کرد. ما ایرونی ها یهو ببینیم 50 سال یه پیشوشتی رو نگه رو دارم میگیم یه دفعه درد میخوره. آره چون هم گفته بود، گفته بود اگه آذر کاری داشتی برای که از زمینه اینا بگو من میام. برای همین من امروز هم گفتی از آذر خیلی ممنونم، خیلی خوب زنگ زد. اصلا آذر این دوستی ها خیلی قشنگه که با وجود اینکه اینجا با هم یه بار آشنا شده بودید، صمیمیت شما الان خیلی خیلی بیشتره. نوشتم وای سهراب اومدی، چقدر همه تو رو میشناسن سهراب با یه دو بار دو سه بار اومدنش. خب بچه ها
سهراب خیلی کمک کرد و بعد دیگه رفتیم اینا رو ریختیم، یه سری رو ریختیم سطل آشغال، یه سری رو بردیم برای کانتینرها، یه سری هم گذاشتیم برای دیگه. بعدش دیگه اومد یه دونه گفتی بلیز اضافی آوردم، ها بنداز تو این، بنداز تو این دیگه، این نه تو این بنداز اینجا، آره چون دو. بعدش یه بلیز اضافه هم آورده بود و بعد گفت یاد گرفتم قشنگ میرم یه دوش. دوش گرفتی یا نه؟ دوش گرفتی؟ آفر، من گفتم این یه ذره طول. آفرین، مرسی مرسی مرسی، خیلی خوب شد، خیلی خوشحالم که اینم داری میخوری. و لازم این کاسه پر نیست را نگیدین، این کاسه پر نیست میخوره. خیلی خوبه، بسن پر باشه، بسن بگم به اندازه من که نمیتونی بخوری. خب حالا بشینیم اینجا سوالای شما رو هم جواب بدیم. خیلی خسته شدیم، خسته که ولی خسته خوب، خیلی باحال. بعد صبحانه هم با خوردن سهراب. خیلی سهراب نوش جان چقدر بچه لایو الان شروع کردیم تقریبا، ما چند دقیقه است بذاریم بهتون بگم، 6 دقیقه است. یا خدا رو لباسش تفنگه، راست میگم. ببینیم بیا اینجا صداش نیاد، سایلنت کن، فقط کامنت ها رو ببین. آها نه رفتی خودش با کی؟ آها اون یه نفر دیگه فکرم داره لایو نگاه میکنه. خیلی خوب بخور راحت. زیبا از پریسا چه خبر؟ پریسا هم شاید بیاد اینجا. غذا کرده پاچه از جاتون خالی. بچه ها این آخرین بقایای کله پاچه است که شما بالاخره میخواستید کله پاچه رو ببینید، یه تیکش رو دیدید. خب ما هم یه چایی بخوریم همراه با سو. بچه ها یه خبر خیلی خوب درباره کوین بگم. کوین رفته خونه کریستا. من تو رو خونه کریستا بردم؟ نه ولی گفته خونه اون میام، خونه نانسی نمیام، ولی خونه کریستا رفته دیشب اونجا خوابیده. کوین رفته دیشب خونه یه بچه بعد غذا میرین هموم. نه رفت هموم دیگه، رفت هموم. خب این هم از خب زیبا پس باجه نمیتونم. آها پاچه هاش کو، پاچه هاش یکی خوردم اینجا همه چی تو شوغر و قاطی همه رو خوردم. یه تیکه کوچولو بود بچه ها چون که اصل کاری ها رو دیگه این قسمت من بود خوردم. بچه ها چه عجب سیری امروز، واقعا چه عجب، حرف خوبیه واقعا. البته من اینجا یه ذره برانه کده ها بود، واقعا راست میگن چه عجب. آخه چه موقع است؟ ها راست میگه دوازانیمه. نه خب ما سهونه رو خوردیم. سهونه خورد. خب زیبا خانم چند سال خارج هستی؟ من 25 ساله. خب عالی نوش. خب بیا ببین. خب ما گفتیم که یه لایو هم اینجوری بعد از این همه کار براتون بذاریم. خوبه، خیلی خوشحال شدم که پیاز ندیدیم یه دونه پیاز. نه ترشی سیر. آره ترشی سیر. خوبه. کی میرید خونه سلطان؟ احتمالاً هفته آینده. چرا من عصبی نیستم؟ چرا میگه سهراب عصبی؟ حالا میگه عصبیه. خب اینا همینطور ما هر از هر دو نفر این رو یه سی تحلیلگر یک صدوم هم حالت عصبیه من نمیدونم. از زیا چه خبر؟ آها زیارم حالا قشنگ بخور تو راحت بسی با موهاتو درست کن باشه. بیا اینجوری کنم اینجوری کنم. ما امروز که روز عملگی مونه. من در موهات خیلی هم خوبه. موهام خیلی هم خوبه. دیگه خان. موهات تو هر حالت خوبه. تا کار این آقا رو انجام داد. آها کار رو این آقا انجام داد. پیرزن میگه این همه کار منو. نه با هم انجام داد. اب نداره. اون تایش هم خوب، اون تایش هم خیلی خوب. آره میخوام. خب آخرش هم خوب. خیلی خوشحالم خورد. من اتفاقا نمیخواستم بذارم تو فریزر، گفتم که عصبی نیست، شیطونه. شیطونه خیلی خوبی آذر جون، خیلی خوبی. نه خب
قهوه خور، قهوه تقریبا دیگه شاید دو سه روز یه بار، دو سه روز یه بار بله یه قهوه‌ای بخورم. چقدر آذر خوبه، میگم چقدر پیام خوبه. آره آذر خانم حالتون خوبه؟ آره خوبه، حالش خوبه. جن و دعانویس واقعیه؟ ما خودمون هم جنیم هم دعانویسی تو وجود همه ما هست، منتها بساط رو انداختم با باش اشتباهه. بساط من تا الان یک سنت نه به دعا پول دادم، نه به حتی موقعی که مذهبی بودم، نه به فال، نه به این چیزای بگیم بازی ها. چقدر مهربونی، چقدر تو بدی. آره بد و خوبی وجود نداره، بد و خوب همش در همم. زیبا من با تو خیلی آروم میشم، خیلی خوبه. مرسی سهراب آشتی کردی؟ میپرسن سهراب آشتی کرد؟ بابا من قرار نبودم که بخوام آشتی کنم. بچه ها قرار تا رسید گفت زیبا بیا اول تو رو ببوسم بعد گفتم باشه. بابا مگه زن زندگی آزادی، پس فقط شعارشو بلدی؟ بچه ها واقعا خیلی خوشحالم از اینکه اینقدر آذر به تو یه اعتماد خوبی داره. خب دیگه ببین مشخصه کی کیو دوست داره، کی کیو دروغ میگه، کی تعارفه. یکی میگه چاکرم نوکرم، که این نمیشه چاکره کسی یا نوکره کسی، کسی نیست. خیلی اما معلومه وقتی فقط بلاک کرده بود. الان واسه موبایل تو بیار درست کنیم. بیا بعدا درستش کنم. نه الان درست کنم حل بشه. آخه حالش که موقع من یه لحظه ایه بیا یادت میره بعدا. ای اونم بزن بدیدی چه خوب شد. ما زیر زمینش چیز نداشت. اینو بزن، اینو بزن. نه 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 اینو بزن باتریش تموم نشه. یادم رفته. اینجا بعدم بیا تلگرام بیا. شما باعث میشید که آه اینجا چی زده بودی؟ زیبا ناوک زده بودی؟ نوت چه فرای چه پی بوده؟ تا با یه فرای گیبن کن. خب الان فرای گیبن یه دونه هم مثلا بنویس های زیبا هستم بیا. آره ببین اینجا به هرد الان فلایی به منو آن بلاک شدم بیا. زیبا تو خیلی خوشگلی، مرسی. همه همون خوشگلی. یکی گفتی بچه این آقا بچه این آقا کیه؟ بگو خودتو معرفی کن. من سهرابم، ایرونی هم، اصفهان. اصفهان نصف جهان. بعدش هم که سی چیز بود، تند بود. نه خوب بود، عالی بود. بعد چی خواستم بگم، یه بارم با من لایف داشته، از طریق لایوهای من با من که آشنا میشه میاد. یه بار داشتم قرار گذاشته بودیم گذاشت با هم پیاده روی، من گفتم بیا بریم پیاده روی. ناز من هم خوبه. پیاده روی که داشتیم میکردیم گفتم که همون موقع آذر گفته بود دلال منو میتونی بیاری. گفتم خب بیا، من دلالش هم گذاشتم دلاره تو کیفم. بعد رفتم زنگ زدم گفتم آذر یه آقایی هم پیش منه، ما میتونیم بیایم پیش تو، درسته؟ گفت من خواهرزادم هست، دوست نداره با تو باشی. خواهرزادت یا برادرزادت؟ برادرزادم. ولی اون میره بیرون شما بیایید. ما انقدر خوشحال شدیم. اینم همون موقع میگفت زیبا گشنمه. گفتم من میخوام برم خونه فوزیه برای غذای خوشمزه، منو دونر بونر نبری. اومدیم خونه آذر، آذرم همون موقع همون کسی که با من با چیز خواهرزادش با برادرزادش فروغ رفت سنگک خرید. گفتم ببین آدم اومد سنگک رو از دم در داد،
اینم خوششان سنگک رو خورد دیگه، اینم رفت نون و پنیر رو گفت وای اینجا چه فضای خوبیه، چه عالی زیبا، بهترین خاطره من شد اومدن اینجا فلان چی باید. نه واقعیت رو گفتم پنیرم زیاد نداشتم ولی خب پنیرم آورد و بعد گفت چقدر صمیمیت چقدر خوب، آقا شد عاشق آذر. بعد ها میگفت زیبا رو دوست دارم اما آذر تو رو بیشتر. آذر هم میگفت زیبا سب کن هست حسودی نکن، ما هم باید تمرین کنیم تو حسودی نکن تو خودمون باشه تو هم دوست دارم این خودمون باشه آچه من هم دوست دارم دیدید من هم دوست دارم تو هم دوست دارم. بعدش ورزش کردید در واقع ورزش من خوشم میاد یه حسودی ها خیلی خوب که به من زنگ بچه اون موقع که من بلاک بودم این همش پیام میداد به اون، اون میگفتش که نه آذر فلان و با هر کاری داری باید انجام میدم هیچی، امروز هم آذر حالا می نویسن قاپشو دوزید آذر حالا یه چیزی می نویسن حالی بزن بنویسن یه هفتی توش در میارم بلاخره خیلی خوبه خیلی خوبه. خب با آذر ازدواج کنه، آخه مخالف ازدواجه. یه بار آذر خواهرش خواسته بود به این زن میگفت از دست این که خانوادم زن نگیرن یکی از دلایل از دست اونا فرار کردم، هی میگفتن ازدواج کن ازدواج، منم نمیخواستم ازدواج کنم. خیلی جالبه اتفاقا مثل داریوش هم میگفتش داریوش هم آره گفت رفت داریوش رو دیدی مرسی که عکس فرستادی خانم به چه زرین شهر آره خیلی خوشم آمد رابطه با آذر با کوین کوین هم پسر خیلی خوب خیلی خوب اصلا ما یه خانواده ایم دیگه ما یه خانواده ایم میدونی یه جوری نزدیک میشیم بیشتر درک میکنیم همون تا پشت دور میگه علت این که دوباره برگشتی بیز زیبا چی بود؟ علتش این بود که ارث پدر رو همون نخورده بودیم نه زیر زمین آذر بهونه آره دیگه این اومد بهونه خوبی بود بهونه من صبح بهونه داره حرف میزنه منم اگه این بهونه نبود نمی اومدم خوب شد این بهونه بود و من پیشنهاد به من کردی منم اون اومد چون گفته بودی من یه دفعه آره. خوب شد آره بچه نمیتونم بیام تو خانواده مگه حالیت میشه زیبا آره این خانواده اینجوری آره خانواده ای که خونی و خواهر هممون از اونا فرار کردیم هممون فرار کردیم از اون خانواده ای که شما میگید ولی خانواده عشقی بله خودمون بچه حالا 10 بار پرسیدید منو آمبلا کرد دیگه بلد نبود و زده بود و یکی دیگر رو بزن منو زد خب اینم از این اینم از سهرا که اومد و خیلی جالبه بهت گفتم دیگه کوین رفته خونه کریستا انقدر تعجب کردم گفتم این انقلابه واقعی همینه چون دفعه قبل کریستا گفتش که خیلی دوست دارم پیش من بمونی گفت نه من اوبرناخت بایزی ما برای وز کردن آمدیم نه برای فقص کردن خب شعرهای خوبی داشتیم اما خب زیبا با اصفهانی میری همون با همه ملیت ها میرم همون بیایید به اصطلاح اون چوپونه که با زبون خودش داشته با خود راضی نیازم کرده دستکت بوسم به مالم پایه کرد وقت خود رو بندرم جایی کرد یه بار بعد باش یه چوپونی بودم نه جزئیاتش من یادم رفته ولی با زبون خودش در کنار گوسفنداش داشته با خود راضی نیازم کرده که اینو با شعر گفته دستکت بوسم بمالم پایه کرد وقت خواب آید بروبم جای کرد بعد یکی که خیلی به سلام معتقد و مؤمن بوده بعد میاد میگه این مزخرف این چرت و پرتش چیه میگه مگه خدا دست داره از طرف خداوند این ندا میاد که ما برای آل خدا وصل کرده ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کرد فصل کردن یعنی جدا کردن و وز کردن ارتباط خب ما برای وز کردن و واقعا آذر تو در وز کردن افراد روابط من به هم دیگه خیلی نقش داشتی اصلا همین شروع این که کوین با کسای دیگه ارتباط برقرار کنه تو بودی که اومد گفت میام اینجا خیلی عالی بعدش تو رو دیدی چقدر خوب با تو برخورد کرد انگار که اصلا با همین
اصلا این رقابت های مسخره، این که مثلا این مال من اون مال من، حضرت موسی بودی که با چوپان در آره من یادم خب اینا تو کتابایی که درس خیلی خوب اینجوری هست دیگه. اینجوری دیگه سوالی دارید بگید و ما چاییم. با چایی رو با چی بخورم؟ شما چایی گفتی چی میخوری؟ من بعدم میخورم. آب جوش هست میتونم؟ آره درست. سلام برای بوسیدن رنج دوران آمده شما باشید میتونید این خانمای پرهاشیه رو ترک کنید. این شعر مال نوریه، خیلی شعر قشنگیه، یعنی خیلی خوب اجراشی نمونتا. میتونید نوری رو بیارید تا بخونید؟ نه کدوم نوری؟ همین نوری چیز خواننده. اسمش چیه؟ محمد نوری. محمد نوری. بعد بزن ما برای پوسیدن رنگ شما آمده ای. ما برای ما تو ایران افسرده شدیم. خب تو ایران افسرده شدید؟ ما هیچ وقت افسرده نمیشیم. تا افسرده بشیم کلر زیر زمینمون رو تمیز میکنیم. بچه کار بکنید، کار واقعا این زیر زمینه. اول که کمرم درد میکنه فلانی، گفتم من نمیام پایین اینا، بعد من کلیدشو گرفتم پایین، گفتیم ما از اونجا بیاریم به تو نشون بدیم. حالا دو سه قدم بیا پایین، دو سه قدم بیا پایین. اومد و بعد اینا رو برداشت. واقعا سهراب تو خیلی قشنگ تونستی یه در اینو بردار، اونو بردار، اونو بردار. اینو بشه. کیشر سبزی بالی بشه. من آخرش اندم. کیشر سبز رو بهت بگم. یواشکی اینو گذاشت. بابا من خودم لوسه. من لوسه خریدم 170 رو یک سال هی اینو اینور اونور کردم. فقط مزاحمم بود. خواستم تا آخر بودم کنم. میدونی علت دیوانه تو بر کردن که چند سال که من گفتم فلومارت بذارم نمیدونم بفروشم و اینا. خب میگه من واقعا انباری متمیز کردم حالم خوب شد. بچه ها الان اون اسبو اسبو ما میخواییم بذاریم بیرون یکی ببره، اسبی که ما از نوشین گرفتیم. جان مریم نیست؟ نه جان مریم نیست. حالا جان مریم بیار برش اون بالا بذار. نمیشتم ما برای حالا بلش با آهنگ قشنگه. خب حالا در دفعه بعد یا الان سوالاشون رو جواب بده. بیا بشه سوالاشون رو جواب بده. بلکن الان. خب باش. ما برای آره ما برای رو زد نایمد. حالا مهم نیست. بیا. اگه میخوای خودت برو توی چیز کو. گونی. ببینم. کو زیبا رو. ببینم اینجا. چوپای اوله نکرده. بزن. ها بزنی نوری ما برای میاد آهنگش. اینجا منو بلاک کردی؟ کجا؟ نه بابا از چرا نمیاد؟ الان درستش میکنیم بعدم. نه من او جایی دیگه بلاک نکردم. شما گفتن سهراب چند سالتونه؟ من 52 سال. اینجا ما رو بلاک کردی؟ 52 سال خورده. من یک 51. انگشت تو بزن ما از این انگشته. یک 51؟ آره 1351. چه جالب میشه 52. بچه هر وقت آذر خوند ما 52 سال خورده. بیا خودم بگیرم. چقدر میترسه گوشیش دست زیباست. چیزی فوتبال میدیدی چیزی کلتون کجا هست؟ میارم میارم مادر نمیدیم بابا میخوای عکس دوست دخترم نشون بدم که ببین چه ترسی؟ نه نمیخوام به تو نشون میدم. نه با چه ترسی؟ نشون بده. یه دوست دختر روس داره خیلی خوبه. بلا کم درده و جانانم بده. بابا نزاش که زیبا میبینم آخر نگاه کن. خب باشه چی؟ نشون بده نشون بده. خواننده نوری ما برای حمله نکن بذار بده. برای میزنه نمیاد. خواننده نوری ما برای الان میزنه هاوس مایستر. این سهراب خیلی زرنگه ها. آره میگن از اسپانیا زرنگه. سهراب چه لاغر شدی؟
راست میگه ا داره. میدونم صبح 5 کیلومتر میدونم. با ترسید میدوی؟ صبح من 5 کیلومتر 5 کیلومتر نیم دویدم. ببین من قرار بود اصلا بلاک کردی همه چی به یه طرف ناراحت اون بدمینتون بودم. میبرم چرا که نه. من اینجام درد گرفته. متوجه مثل اینکه هیچ شلاق زدم. نه نه زنه نه زنه میدونی چه قطع میکنه. نه لایو قطع میکنه. نه اسمش زیاد زدم. نه لایو یه دفعه میبینی بلاک میشه. آره اسمش زیاد زدم. اینجام درد گرفته مثل اینکه کش اومده باشه یه جورایی. آره ما میگه کپی رایت داره کوف داره فلان داره. آره یه دو هفته نمیرم بعد میرم شروع میکنم. ما حالا من برات پیدا میکنم. ما از این باید. پیدا کن آره. باید اینو قطع کنم. آره صداشو قطع کن متن بیار خب من از بلاک در بیار تلگرام زیبا نه اگه عکس نداشته باشید بلاک میمونید خب بعدش دیگه با بذار بخونه بچه ها پیدا نکرد هی ما میخواییم بخونیم اینجا متن رو پیدا کنه دیگه چی میگید بذار من خودم صدای آزار دوست دارم یه ما فقط تا اینجاشو بلدیم خب اگه راست تو از ما تو خیلی آدم حسودی هستی بله درسته من آدم حسودیم زیبا روسیه میای اگر تمام هزینه هم پرداخت بشه میام سهراب گوشیشو بهت نمیده میترسه خب حالا حقش هست دیگه که این کارو بکنه بده یا نده به هر حال گوشیش مال خوش من خواستم بگم که من لایو بیاره که پیاما رو ببینه بعد دیدم که فکر کنم منو تو اینستام بلاک کرد اوی 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 خب ول کن جواب چرت و پرت رو نده زیبا ایران نمیای فعلا حالا بذارید مسافرت هایی که دارم انجام بدیم برای آینده در آینده تصمیم میگیریم میخواییم اول بریم پیش چند تا مسافرت داریم چند تا مسافرت در پیش داریم اونا رو انجام کنیم زیبا کنم چهار سالتون میدونم اون نمیاد الان چون اینم گشت ولی در میاریم متن باید بریم تو یوتیوب نه تو گوگل باید گوگل من ندارم آخه شکایت بکنم خب بچه ها چرا من میتونم بیام ولی خب فعلا کجا بیام کجا؟ این دستی پایینه تلفن گوشی به قول خودم و ایرونی ها هی باید اینجوری کنم اینه که دماغ باید میگه چرا با دماغت نگاه میکنم آها سرچ کنید بی صدا نوشت اینه یه زنجیش بالا این دستی رو بیار بالا یه زنجی بیارمش بالا بیار بالا بسه بالا وایس نه بایست همه خلاصه سفرش کردن که سورا مواظب باشه مواظب باش مرا با نام کوچک تو نه بعدم گفتن 40 سال بهت میاد ممنون چند سالته؟ 52 برای 80مین بار 52 خوبه خوب کار کرده آورده بارا اسم آهنگو برای ما بنویس نوش برای از محمد نوری رو بنویس بزن متن آهنگه خب نزدم میگه خب حالا اتریش دعوتت کنم میای بله اتریش میام چون نزدیکه میگه منم میام بیا بگو تا میای ما رو یه خانمه منم میام من این با منه اینم با منه اتریش منم میام چرا خب اینم با منه میای حالا بیا تو راستی بریم حالا این مسافرت های کوتاه با هم دیگه بریم سه نفر کوتاه من نمیام فقط خارج زیبا حبیب زنده است احتمالا زنده است وگرنه خبرشو میگفت افت میگفت فلان میگفت زیبا رو دعوت کن خونت هم قرار رو دعوت کن ببین یه بار من دعوت کن بیام بعد بلاک کن زیاد خونت قرار بود بیام بابا باز یه خدمتی کردی این کلر این زیرزمین آذر ما درست کردیم خیلی چه نقشه برای من کشتی یکی منو خب یه نقشه یکی منو انگلیس دعوت کرده اسم انگلیس دعوت کرد. برای سه روز آره میام. میاد. انگلیس کدوم شهر؟ کدوم شهر؟ لندن که خیلی ارزونم هست. بیا لطفاً تو پیویم. تو پیوی بیایید به آذر. آذر چون چقدر خوشگل شدی.
اسپانیای بیریخ. خوش به حال تو خوش ریخت. نه خوب خوبه دیگه، باید بیریختا باشم تا خوش ریختا باشم. معلوم مشخص شم. دندوناتونم قشنگه، خوشگله. آره زیبا دندونه. منم قبلا خوب دیگه نه صاب رفته، این دکتر منو نامید که گفت هیچ کاری. دیروز رفتم دندونامو رایلگون رو تمیز کردیم و با زیر زمینم. آره خیلی خیلی آشغال بود. آره آشغال که تقریبا، ولی نسبت به خیلی یا باز زیاد نبود بچه ها، تقریبا یک ساعت کار کردیم. نه ایرونی ها یه ذره وسواس دارن. نه تقریبا چقدر کار کردیم؟ یه ساعت نیم. نه بابا 20 دقیقه. 20 دقیقه. خب کار منم قبلش حساب کن، منم دو سه بار رفته بودم اونا رو گذاشته قبلش. لحاف هم دادیم رفت. 10 دقیقه هم اون بر به درد نمیخوام دیگه. من گفتم رفتش بره بز تا بیای فکر کنی خودش انرژی میگه. آره خب هر ستتون عشق. مرسی پیج آزار جون نمیذارید روی لایف میذارم. چرا آزار بزنم؟ آزار اینجا بزنم پیج آزار رو. میگن دوست دخترتون کجاییه سارا؟ روس، روسلند. دوست دخترش روسیه، سیکس پارتنرشه. میره در هفته، در هفته دوبار سیکس میکنه. لاستیک زاپاسه. بچه ها ببینید، اونم میگفته که بیا ما با هم دوست دختر دوست پسر نداریم، فقط نیازهای جنسیمون با هم. اینم گفته چه خوب. خب دو مسخال جرا اتفاقا خوبه. اون راضی، تو راضی، این ملت ناراضی. خب این سیکس پارت ببینید دوست دخترش نیست، سیکس پارتنرشه. سیکس پارتنرشه خیلی خوبه. آره الکی نمیگم عشق منی عاشقتم و اینا نیست. میگه که اون میاد میگه که میای مثلا اینجا آنتن نمیده. اتفاقا من یه خانم آشنا شدم با یه عاشق یه پسر سیاپوس شدش، عاشق فقط سیکسش. بعد پسره میگفت وای زیبا، من وقتی با این پسر سیاپوست الان لایو منم میبینه اون دوستمون سیاپوست سیکس میکنم اصلا دنیا اصلا خیلی کیف میکنم. بعد میگفتش هر وقت زنگ میزنم میگم نمیدونم اسمش رافائل مافائل رافائل میای دوباره سیکس کنیم این چیزه. بعد یه روزی میگه که اون نوشت که I am not your sex toy. من از با بازی سیکست نیستم. همینه واقعیت رو گفتش. من میگفتش گفتش که فقط برای سیکسش خوشم میمن. اینقدر این بود. این سیاپوسته اونو به عنوان دوست دختر داشته اما آره. اون به عنوان آره. ولی خب با دیگه. هم کنار اومدن که الان همون سیکس پارتنر بشه. اونم رفته خودش یه دوست دختر دیگه داره. ولی خب اینم زنگ میزنه اونم زنگ. خب بابا خب اشکالشیه. نه اینجا خب عادیه. آره. چیزو مثلا الان همون دخانه بعدم خب من دروغ نمیگم به اون، اونم دروغ به من نمیگه دیگه. من نمیگم من عاشقتم، من میمیرم برات، واقعا نمیمیرم برات. خیلی هم احترام هم دیگر رو داریم، خیلی هم هم دیگر رو دوست داریم، اما جون نمیدیم برا هم دروغکی. وگرنه از خیلی دوست دخترهایی که شما اونجوری میگید خیلی بهتریم. همه چیزم برای هم میخریم، هدیه میخریم، همه کار میکنیم. دوست اتفاقا من اما دلی جونم دلی به هم دیگه میگیم. من یه دوستی هم داشتم. حالا اون خودکشی کرد رفت. ولی اونم یه مدتی که علی اسمش علی بود، بعدش اون یه همه میمد خونه من، هیچ وقت ما روی رابطه جنسی با هم نشه، ولی هر هفته دو بار میرفت این، یه بار دو بار میرفت فاحشه خونه. آه. بعد با یه فاحشه دوست شده بود. آه. یه دفعه میگفت زیبا برای اون گردن بند بردم براش چی بوده. بله. با هم دوست شدم. چیز معمولیه اینجا بابا، احترام میزنم. نیست که میگن جسارتا یارو فاحشه است، داده برای زندگیش داده نگاه کن، داده مالیات پرداخت میکنه، داده زندگی میچرخونه. اون که اون فاحشه آره. اون آره ولی اما اونی که میره فاحشه نیست. نه میخوام اینو بگم،
این که دوست توئه که پول نمیگیره که. نه بابا ما آره. چون میدیم نه اون که من علی رو گفتم اون فاحشه یعنی کارگر جنسی بود بیزنس وومن بود خب بیزنس سکس بود اما این کسای اینجوری هستن که خب طرف میگه که نه بابا من میدم خونه شون بچه هاش منو میشناسم اگه تو ایران باشه اصلا با منم خونه من بودی اون زنگ زد باش حرف زد آره. یه بار آره. آره. ما... اشکالی داره از نظر تو آزار اصلا به آزارم نذارم حالا بره ایشون بره باید به مسئله خودشون رضایت هم دارم با هم دیگه اینجا بذار یه چیز بگم که یه ذره اطلاعات ببین تو ایران هم تا دلت بخواد این ارتباطات حد متقایمکی آفرین اما اینجا شفافه این طرف شفاف. میگه ببین. میگه مردک خجالت بکش خلا نه من دارم واقعیت رو میگم خجالت میکشی؟ نه دیگه خجالت میکشتم که نمیکن من مردک هم خجالت هم نمیکشم هرچی هم بخوای حساب شما زیبا با نجیب سیکس کردین نه ولی من نجیب رو خیلی دوستشتم تو برو نماز روزت رو بخون و بگیر و خمس و زکات هم میگه ایران افتضاح تره اگر دیگه ببین اگر به جایی برسه طرف بیاد عنوان کنه بگه این طرف سیکس پارتنر منه دوست پسر من سیکس پارتنر فقط تو برای سیکس میری اونم برای سیکس میاد دیگه این که چیکار کردی با کی بودی نه ما چه جوری بودی ملا غزنفر نیومده برامون وسط اون بخونه آره التحت و من التحت و یه پیت نفت و یه دست رخ بله با اجازه بابا با اجازه بابا بله بابا چی کار هست تو میخوای 70 سال با اون زندگی کنی با اجازه بابا بله و بزرگتر نه اینجا اجازه نمیخوای بیزینس آره آره بیزینس وومنه دیگه حالا مسئله دیگه که بیزینس سیکس بیزینس سیکس اربایتیس او خوبا چیز میکنن وعده به بهش میدن تو بهش خب اینا هوریا هوری اصلا تو آلمانی یعنی هوره هوری یعنی اینجا فاحشه یعنی فاحشه آره. بعد قلمان و همه کالبویا خوشه بچه‌ها من یه دوست پسری داشتم متاسفم برای خودم چرا متاسف نه که یه همچین کسای هنوز مغز فندوقیایی داریم درست میشه حالا نه بخاطر خودم که من دارم زندگیمو میکنم این حرفا برام مهمه اتفاقا سهراب من از این خوشم اومد تو رابطت مشخص بود هم با من هم با آذر هم با اون کاترینوس اسمش چیه دختره یفگنیا آره چیزم نوری هم یه دوست دختر یه بار به یه دوست دختر داره ما رفته بودیم اون کاترینا بود یا نمیدونم چی بود نوری آره فیلیپینی آره. اون گردنبندم برای اون خواست چه اشکال داره اون برای اون راضی اینم برای این راضی این با هم دیگه نه اینا میگن باید یه ملاموس ملا جعفر بیاد وسطتون انجزبه و من جزبه یه عربی بخونه تا قبول باشه وگرنه میری جهنم بابا من که اصلا من میخوام برم جهنم تو برو خب بچه ها به هر حال مرسی که خیلی قشنگ اینا رو صحبت کار خوبی کردی سهراب آره این پرمین ایران و مذهبی ها بدترم بابا جان خوب اینجا هم هست اینا حرف منو میزنه پرمین که اینجا هم این اروپاس متا پنهانی ولی الان دیگه علنی داره میشه من خودم چند نفر از بچه ها بودم برگشتن گفت بچه ها تو گروه ما مگه سعیده نیمد در مورد بیزینس سکسش صحبت کرد سعیده ای که تو کرج زندگی میکنه اومد گفتش که من بچه ها بعدش هم دو تا از اون کسایی که باهاش مشتریاش بودن عاشقش میشن از یکیش از دوتاش هم بچه داره یه بچه از این داره یه بچه هم از اون داره اونم مرده ثروتمند بوده بچه داستانش رو دیدید یه خونه به اسمش کرده باهاش هم رابطه خوبی داره این یکی هم که باهاش بچه داشت و یه مدت زندگی کرد الان طلاق گرفت حتی میگفت یه بار ما چیز داشتیم داستانش هست دیگه کسایی که خواستن بیان تو کانال بزنن سعیده و نمیدونم از سکس بیزنسش و حرف میزنه و از این که یه مدت از طریق فاحشگی حالا شما میگه فاحشگی یا حالا روسبیگری یا حالا هر چیزی که اسمشو بذارید اصلا کلن کاره دیگه کار پردرآمده تا حالا تو گروه ما تو همین ایران
تو گروه ما دو سه نفر اومدن قشنگ لایو هم گذاشتن، صحبت هم کردن. یک دختر دیگه هم بود شیدا، اومد گفت زیبا من حتی یه خونه خریدم. گفتم خوب خونه. بعد گفت بعد از که خونه خریدم یه مدت این کار کردم، بعد دیگه ولش کردم. ولی تجربه جالبی بود. اینو من برای تو نمیگم که خیلی مؤمنی ها، برای اونا میگم که مؤمن نیستن. یکی مثل من اینجا کس هست که اینقدر شعور داره که میره 1500 یورو درآمد داره شبی که فقط برای اینکه عشق بده به دوست پسرش. رازی برای چجوری میره میخوابه بغل میره یه آدم پولدار پیدا میکنه، میگه 2000 یورو تو ایران هم الان اینجوری هم چندین پولو میگیره از اون یارو میبره خرج دوست پسرش میکنه، چون اونجوری آره دوست پسرش. اما تو نکنی ها، تو برو نماز جمعه بخون. نه ببین اون کارش جدا از آره برو بهش کارش جدا جداست از یا مثلا کسی که الان پرنستاره. خب یه خانمی تو گروه ما که تو آمریکا زندگی میکنه، وای امید می‌خواست پرنستار بشه. گفتم بابا خب اون می‌خواد بشه، تو چه نگرانی داری؟ بدن اون تو نگرانی تو چی؟ وای اومده این مسخرش کرده این فلان کرده اینا. یه مدت هم به همین خاطر ما از گروه به خاطر اهانتایی که به اون میکنه، حالا رفته تو آمریکا نشسته داره درس اخلاق میده و بعد مثلا فرض کن چیزایی الان خب بابا سکس کار هم ورک، سکس ورک هم ایس ورک. کسی که کار میکنه اون به شما ضرری که نمیرسونه. اینجا میره میشینه میاد توی تلویزیون میاد حرف میزنه میگه من چیکار میکنی، میگه فلان. دکتر دارن، دکترهای مشخص دارن. من یکی از دوستان بود دکتر مخصوص روسپیا بود که باید اونا رو مدام تاییدشون میکرد از نظر سلامتی چی و فلان اینا. خب این بهتره دیگه. شما الان مثلا فکر میکنید خود ارضایی نیست. خب اینجا دیلدو ایجاد شد، سکس شاپ ها رو گذاشتن، سکس شاپ ایجاد شد، نمایشگاه در رابطه با ابزار مختلف سکس و اینا رو گذاشتن. خب که مردم برن نره طرف خیار و گوج نمیدونم گوجه گوجه یه ذره حالا چیزه کلم و نمیدونم چیز و فلان و اینا رو انجام بده، تخته و نمیدونم اسپری و نمیدونم فلان اینجور شد کلی برای دکترها چیز بیاره. اگه دیلدو یا مثلا وسیله ابزار جنسی هم ایجاد میکنه استاندارد هستن، با طرف میخواد حالا تو کونش بکنه توی کسش بکنه فلان کنه، خب بکنه دیگه، حداقل یه چیز استاندارده بدر بخور خوشخوراک. ببین اتفاقا ببین من یه دونه پریسا به من یه هدیه داده. پریسا تو انبارشون رو تمیز برای تو نمیگم، برای میگم گهلشه. من اون دفعه گفتم بعد یه ذره از تو ترسیدم آذر نیوردم اون فهم خواهد. چون این سکس کس مصنوعیه انقدر خوشگله. بعد من اینو گفتم که خونه این انباری پریسا و اینا رو درست میکردیم، گفت این مال آندره بود. نه یه نمازم یه لایف بگیم تو سمپولی، تو خیابون سمپولی یه جاست میشه بریم نشونشون بدیم که میگیرم سیزایی هست. نه حالا گوش من اتباه من سیکس شاپ رفتم دیگه یه بار براشون گذاشت هیچی. من گفتم که سلطان که اومده بود گفتم سلطان این قیمتش 120 یوروس بسته نو تمیز اینقدر خوشگل. گفتم که بیارم برات من به جای اینکه فایش خونه بری، به جای اینکه بری فول چیز بده، این خیلی خوبه دیگه. بعد گفت بیار دیگه. حالا این داره میگه سلطان منصرف میشه. ای سلطان منصرف میشه بذار ما بریم اول بعدا سیاست هم نداری. بیا میگه ما میخواستیم بریم یه دونه جزیره بریم. نه نه نمیشه نبردن که هنوز. از تو ترسیدم گفتم الان اینو من ببرم یه دفعه بگم اینو آوردم که زیبایی چیه فلان و اینا. نه چرا اینجوری فکر کردی؟ خب خوبه دیگه باور کن. ببین این عروسک ها خیلی بهترن، این وسایل خیلی بهترن، خیلی به صرفه ترن. خیلی جالب. اتفاقا من یه خانمی آشنا شدم شیطان ها محاسنم کردن نه تو که
همه چیزی که داری باید بگی شیاطین شیاطین منو دوره کردن سب کن ولی اللهم یغفر یغفر فغفر من یه دوستی داشتم یه دختری خانمی اوایل اومدم 25 سال پیش تازه اومده بودم خیلیم آروم بودم نشستم یه دفعه از یه خانمی بود آلمانی هم بود و اومده بود دوست خواهر گفتم شما چیز نمی کنید چجوری ازدواج شوهر ندارید و نیازهای جنسیتون حالا منو بگو اونجا این سوال کن گفت من یه وسیله دارم وسیلم دست خودمه قشنگ تنظیمش میکنم قرم نمیزنه به من فلانم نمیکنید همه چیزی دست خودمه گفت منم اون موقع نم دیلدو میشناختم نه فلان گفتم چجوری گفت این دستگاه های ابزاره جنسی و فلان گفتم گفت بله دیدم اینقدر راحت از این مسئله حرف زد خب. چقدر واقع خود مقایسه کردم خودم ها خب بابا الان یه خانم یه ایشون یه سیکس پارتنر داره یکی دیگه میره اصلا بیزینس سیکس سیکسش کار بیزینسش سیکسه یکی میره میگه چه استفاده ای میکنه میگه من از ابزارهای جنسی استفاده میکنم اشکالی نداره که نه اصلا به کسی ربطی نداره میگه سهراب از این زن دوری کن میخوان برن مسجد بابا تازه من اگه میخواستم دوری کنم نمیمدم پیشش تو خیابون وایساده بیام من تو رو ببوسم بعد برم خیلی بگو چی تو چی گفتی آذر گفتم اونام که نماز میخوان بخونن برن مسجد میگه اونایی که بخوام بریم نماز بخونیم بریم مسجد بریم مسجد اونایی که میخوایم برین کارهای اخلاقی بکنیم برید تو سخنرانی های آقایون مختلف در رابطه با اینا اینو میگه منحرفت میکنه من اینو منحرف برو پیش حاج آقا که مثلا توالت هم که میری میگه که باید هر روز روز که دو دفعه میری دستشویی دو بند انگوش بکنی تو مقعدت بچرخونی که تمیز شه که مثلا اگه یه دفعه کجا بودی؟ اگه یه دفعه مثلا گی هم نیستی یواش یواش گی بشی برو حرفام رو گوش کن هر روز بلشون کنیم اونا رو بلشون اونا رو سهراب حالا چیز خیلی تو این سن واقعا خجالت داره خجالت میکشی تو از کجا باید از کی از چی ما به متاسفانه خجالت میکشیم از برای شما متاسفیم من با زیبا موافق هستم مرسی از پاریس شما را تماشا میکنم مرسی زری اگه دوست داری بذارید یه بار دیگه من به آذر پیام بدید بعد یه دونه دیگه عقد است تو از زیبا هم نجستر باش دیگه باش. چی؟ دیگه چی مرسی مشتش هم بیاد اصلا نجاست یعنی چی؟ هر روز میرن غسلت غسل میکنم ما نجستیم ما غسلیم اینجا که بابا ما تازه آبجو هم بعض اوقات میخوریم خیلی نجستیم خوبه اشکاله ما گدا ما خسیس تازه اسرانی تبریزی اسرانی تبریزی یکمی به زیبایی یکی گفته موهای دماغ تو بشین من؟ کو کی به من؟ ببینم من یا ببینم والله من نمیدونم نه خوبه اوکیه من مو داره دماغم خوبه مرسی برای دقت مرسی خب حالا لخت باش هیچ خجالتی نیستی خب من لخت مگه تو لخت من ندیدی من افتخار ندیدی یا ندیدی حالا میبینی شب دراز قلندر مناطق مگه قرار نیست مناطق لختیا بریم الان هوا گرمه دیگه خب میبینید دیگه سونو با سلطان گفتیم با هم دیگه بریم چیز بریم استخر اصلا ما کیسمون این بود که بیایم آلمان بریم لخت بشیم و لخت هم دیگه رو بریم مشکلی دیگه نداشتیم الان اگه لخت نمیشیم به خاطر آیت الله اینستاگرام که اگه لخت بشیم همین الان چیز میاد خب اما تو لخت نشی یا مواظب خودت باش باش زیبا تو عالی هستی مرسی ای بابا آره زوبتر از این یکی گفته مسجد آخوندا پسر بچه ها رو میگیرن به دمی کار خب شما میگه اگه راست میگی خب شما برو از آیت الله اینستاگرام اجازه شو بگیر من خودم میام برای شما لایو لخت میذارم نمونش سعید توسی
آخه دارن دریوری به من میگن لابود دوست دختر میره. نه بگم اینا از یه جای دیگه میسوزن دیگه. مسئله دوست دختر این سیکس پارتنر سهراب، این با پولی هم که هر پولی هم که در بیاره دیگه به خودش ربط داره دیگه. چی میگه؟ میگه چی میگه دوست همین که سیکس پارتنرت رافایل یادم یفگنیا میگه میبره میده به دوست پسرش پولاشو. خوب ببره بده ببره بده بده به ربطی به تو نداره که. چرا حالا تو نگران اونی و من؟ تو نگران نباش، این داغون میکنی خودت. روح پدر مادرت شاد آقا سهرا. خودمو نگران نباش، اینجوری همین کارا میکنید یا میدن. بچه ها ببینید، بچه ها با افراد مختلف آشنا بشید، بذارید آدم ها حرفاشونو بزنن قبل از این که هی براشون بگید آی تو اینی تو اینی، که مثلا هی بهش یه لقب بدید یا مثلا بخواییم محکومش کنیم. بابا الان سهراب اینقدر چقدر برای ما خوب شد آذر، چقدر دوستی خوب شد برای من که اون برای گردنم اون دستگاه آوردی، بعد اون روز اومدی اون وسایل رو بردی به اون دوست جواب آلمانی. جواب داد مساجوره؟ نه نه چیزه، اون نباید سفت باشه. یه بار کردم بعد یه فرداش دیدم که یه ذره چون ماساژی که هست آخه میدونی اینجا رو ماساژ میده، اینجا رو گوش کنی. حالا با هم حالا یه بار دیگه درباره ماساژ صحبت. خب باشه باشه باشه، خیلی خوب بچه ها. ما کم آزاد توصی دوست پسر من بوده، دوستو به من که ایران زندگی نمی کنم به احتمال زیاد. خب دوست حالا پسر بچه ها ایران آذر. آذر خیلی وقته. آذر چند وقت آلمانی؟ من 30 چند سال آره. سعید توصی نخورده به آذر. خیلی خوب. بیشتر به اونا که آره. تو ایران هم مسجد میرن میخورن. آره به تو و همسال تو باری کرد. سهراب خب حالا باشه، اشکال نه ولش کن. مرسی بچه. پیامای منفی رو که چرت و پرت نخورد. خوب کاری کردید از ایران رفتید. نه بیران نمیزد، بذار باشن بذار باشن بیان. اصلا 100% از ما و از روابط از بچه از ما و شما و از تو و نگاه کن یه چیزی یاد یه روزی بالاخره تو هم سرت به سنگ توالت دوم میخوره. آره چرا توالتی؟ به سنگ خوب چه اصطلاحاتی، من اینا رو نمیدونستم. بالاخره تو هم یه روز آدم میشی. زیبا حداقل حرمت پدر مردت رو نگهدار. پدر من که الان هم که حالا مرده هیچ مسئله قبل در زنده بودنم من در زنده بودنشون هم همین حرفا رو میزدم. بابای من اتفاقا خیلی نه بوشش. پدر تو باید نگران باشی، تو نگران نباشی. حرمت چی؟ حرمت چی؟ آقا این ما مگه بی‌حرمتی کردیم که؟ ما داریم از وقایع جامعه صحبت میکنیم. من با جواب شما جواب پوش و بد و بیراهای شما رو نمیدم. خب به خاطر اینکه خب میگم خب داری میگید دیگه. میوه بیارید بخورید. میوه رو بیار جلو. اینم هم رو انجیری میخوایی تو بخوری؟ آره بخور، منم یکی دیگر رو بخور. هم این هم رو سرم کورت و کورت نمی کنه بچه هم میگفت من چی شد؟ دلم تنگ شده بود برای خورته خورته کورته کورته تو پده ببینم کورت کورت کردن. آره اون حویزه ها خورده کورته کورت 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 چاقو هم داریم؟ نه اجازه نده به فالوئرات توهین کنن. بذار توهین کنن، اشکال نداره. آخه یه نفر که نیستم، اجازه دارم همه تون توهین هم بکنه، اشکال نداره. من گفتم دیگه استادیوم آزادی باید یه برای یکی دو روز اختصاص داده بشه برای کسایی که میخوان فحش بدن، میخوان توهین کنن تا یه جور خودشون رو خالی کنن دیگه. و این اشکال حالا ما هم چون استادیوم آزادی در اختیار یه چیز بگم نیست. من الان یه هفته از تقریبا تو ترک فحشم. آها جون خودم چه جون خودم میگم باور کن صادق ندارم میگم من یه هفته چون 40-50 سال فحش دادم دهنم سرویس شد. فقط انرژی منفی. آخه چی شد؟
اتفاقا فوش بلدم بدم که نگاه کن تا 15 سال دیگه بری دوره ببینی نمیتونی فوشا منو بدی. ولی ترک. اما یه هفته از دهن خودم رو سرویس کنم ترک کنم. یه چیز بگم. اون روز که بودیم با هم رفته بودیم جشن. برخوردات بسیار خوب بود. خانم سزار خوش آمد. فاصله گرفتی از مسئله به اسلام. کلن از مسئله‌ای که ناراحت شدی. به جای اینکه فحاشی کنی اینها فاصله گرفت. نه بابا من میگم سرویس کردم خودم و یه هفته از تو ترکم چون هیچ ضرری به کسی نزدم به زوز خودم. 40 سال 50 سال فقط فحاش دادم. میگه چه جالب ترک فحاش باشه. ما با هم درست میگه باشه. خوب شو یادآوری کردی حالا حداقل ما من سوال چیز دارم از خودت. خب بچه ها واقعا خسیسی میگم تو بچه ها بریم بچه ها بریم. اصلا نمیتونم خسیس باشم. چه افتخاراتی داره بچه ها. مرسی که بودید. خوش گذشت. خندیدیم. جالب ماله. بود. مرسی سارا. قربونه. مرسی آذر. صبحانه قبل از سهرابم عالی بود. خوب بود. نشستیم. شب خیلی خوبی داشتم و تو هم که صبحم که اومدی خیلی کمک بزرگی کردی. منم از همه فوش دهنده ها فوش ندهنده ها از همه سپاس گذارم. مراقب خودتون باشید. بالاخره خب مرسی. مرسی تا بعد. بای بای.